بنا به گزارش ها شاپرک شجری زاده یکی از معترضان به حجاب اجباری در زندان قرچک اعتصاب غذا کرده. همزمان عفو بین الملل گفته در چند هفته اخیر در ایران دست کم 35 نفر در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شدند. رانا رحیم پور و جزئیات بیشتر. تصمیم گرفتم که همراه بشم با کمپین چهارشنبه های سفید برای نگفتن به حجاب اجباری. این زن شاپرک شجری زاده است، مادری که بیش از یک سال است در اعتراض به حجاب اجباری فعالیت می کند. به زور منو به بهشت خودشون بفرستن. صلح‌آمیز بدون خشونت. گفته می شود بعد از این اعتراض ماموران که دو هفته بود او را تهدید می کردند بازداشتش کردند. به گزارش ژیلا بنی یعقوب خبرنگار، خانم شجری زاده در اعتراض به بازداشتش اعتصاب غذا کرده. عفو بین‌الملل میگوید در چند هفته اخیر دست کم 35 معترض به حجاب اجباری بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری نگران برخورد حکومت ایران با این افراد است. واکنش‌ها در داخل هم به نوع برخورد با معترضان به حجاب اجباری ادامه دارد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته همانطور که در مورد نماز که یک واجب دینی است با افراد بی نماز برخورد نمی شود، گناه مربوط به رعایت نکردن حجاب به عهده شخص است. این مریم شریعت مداری است، زن جوانی که می خواست بداند به چه علت حق ندارد به طور مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض کند. این برخورد پلیس و بازداشت او انتقاد بسیاری را برانگیخت. از جمله شهین دخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ایران که گفته رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته اند الزامی است. در مقابل اما رئیس پلیس تهران به معترضان به حجاب اجباری هشدار داده و گفته رعایت شونات اسلامی بر همه شهروندان واجب و لازم است. این افراد با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد و پلیس هیچ تعارفی با آنها ندارد. دوشنبه ده‌ها مستندساز زن ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت خواستند که تحمل مخالفت‌های مدنی و صلح‌آمیز را داشته باشد. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند چند روز پیش از اعتراض‌های دی ماه آغاز شد. تا کنون ده ها نفر در تهران و شهرهای دیگر ایران در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان دادند. اعتراضی که با هزاران پیام در شبکه های اجتماعی همراه شده. رانا رحیم پور، بی بی سی. مسیح علی نژاد، بنیانگذار کمپین چهارشنبه های سفید که بعضی از این معترضان از آن الهام گرفتند، درباره علت عدم اطلاع از هویت بعضی از بازداشت شدگان توضیح داد. چون که الان می‌بینید سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد 35 نفر رو بازداشت کردن، ولی ما فقط عکس‌ها و اسم‌های کسانی رو می‌شناسیم که در تهران بازداشت شدن. واقعیت اینه که فقط یه هفته بعد از بازداشت ویدام موحد یک مردی در مشهد بازداشت شده، کسی که شال زنان رو به چوب بسته بود برای اینکه بخواست از دختران انقلاب حمایت بکنه، و یک آقایی در شیراز بازداشت شده، دختری در بجنورد و دختری دیگه‌ای در کرج بازداشت شده. دلیل اینکه ما هیچ اطلاعی از این افراد در شهرستان‌ها نداریم اینه که نهادهای امنیتی خانواده‌ها رو تهدید به سکوت می‌کنن، وعده آزادی میدن به این دلیل که اگر شما با رسانه‌ها مصاحبه نکنید ما فرزندانتون رو زودتر آزاد می‌کنیم، و مهمتر از همه برخی از خانواده‌ها اختلاف فکری دارن با این معترضان به حجاب اجباری. یعنی چون با فرزندانشون اختلاف عقلی دارن سعی می‌کنن سکوت بکنن. من خودم شخصا تجربه شخصی وقتی تو شهرستان بازداشت شدم، پدر مادر من میگفتن که سکوت بکنیم به این دلیل که آبروی ما جلوی در همسایه میره. با نام آبرو الان بسیاری از خانواده‌ها سکوت کردن، و من اطلاعی دارم از دختری که در خیابان فردوسی رفت روی سکو با خشونت انداختنش پایین، ولی خانواده‌اش میگن که ما خودمون سعی می‌کنیم که او رو آزاد بکنیم. وعده آزادی دادن به خانواده‌ها باعث شده که سکوت بکنن، و در مورد دختران و پسرانی که با آگاهی رفتن اعتراض کردن اطلاع رسانی صورت نمیگیره. چند خبر کوتاه. گروهی از کشاورزان در اصفهان در اعتراض به انتقال آب زاینده رود به یزد تظاهرات کردند. مرگ بر کشاورز! مرگ بر کشاورز! درود بر ستمگر! درود بر ستمگر! معترضان همچنان شعار می‌دادند مسئولان بترسید، ما همه با هم هستیم. این کشاورزان می‌گویند که 11 روز با تراکتورهایشان در ورودی شهر تحصن کرده بودند، اما هیچ مسئولی حتی سراغشان را نگرفت. طرح انتقال آب زاینده رود به یزد که گفته می شود یکی از عوامل خشکی فصلی رودخانه است، تا کنون اعتراض های متعددی در پی داشته.
بنا به گزارش رسانه‌ها در آلمان، شرکت‌های نفتی عرضه کننده بنزین در فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کردند. محمد جواد ظریف 10 روز پیش برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته بود. به گزارش روزنامه‌های آلمانی، نهایتاً ارتش آلمان سوخت هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران را تامین کرد. شرکت‌های نفتی تامین کننده بنزین در فرودگاه مونیخ علت خودداری از سوخت‌رسانی را تحریم‌های آمریکا ذکر کردند. و معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ایران گفته میزان بیکاری کسانی که مدرک دانشگاهی دارند از کسانی که مدرک ندارند بیشتر است. به گفته یه مسئول برومند، در حالی که بیش از 18% دانش آموختگان دانشگاه بیکار هستند، تنها حدود 12% کسانی که تحصیلات عمومی دارند فاقد شغلند و میزان بیکاری در بیسوادان تنها 9% است. آقای برومند گفته مطالبی که دانشجویان در دانشگاه یاد میگیرند برای کار کردن در بخش صنعت مناسب نیست و باید به آنها دانش عملی لازم برای کار در بخش‌های صنعتی داده شود. رئیس دانشگاه آزاد ایران در واکنش به خبر اخراج شماری از استادان این دانشگاه گفته که استادان دانشگاه‌های دولتی نباید به صورت نیمه وقت در دانشگاه آزاد تدریس کنند و از دو جا حقوق بگیرند. فرهاد رهبر گفته آنها البته می توانند به صورت حق و تدریسی با دانشگاه آزاد همکاری کنند. از جمله این استادان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از او گفته چون به علوم انسانی اسلامی معتقد نیست، از نظر مدیریت دانشگاه آزاد نمی توانست جایی در این دانشگاه داشته باشد. محمد رهبر، روزنامه نگار از ترونتهایم نروژ با ماست. آقای رهبر، اونچه که آقای فرهاد رهبر میگه به نظر میاد که یک سری مسائل کاری و در واقع حسابداری هست تا اینکه یک مسئله سیاسی باشه، اما برداشت آقای زیباکلام کاملا متفاوته. به نظر شما کدومشون به واقعیت نزدیکتر میتونه باشه؟ آقای فرهاد رهبر فقط نگفتن که چون دو شغله هستن و در جای دیگه حقوق میگیرند نباید در دانشگاه آزاد کار کنن. ایشون بارها گفتن که ما استادانی که خلاف اسلام حرف بزنن، اسلامی که ایشون میگه و خلاف مقدسات جمهوری اسلام و اینها، حتما اینا رو اخراجشون خواهیم کرد و این کار رو هم کردن. عجیبه که تمام این تعدیل ها در مورد کسانی که دیگر اندیش هستند و نظرات انتقادی دارند صورت میگیره و ما نمیتوانیم حرف آقای رهبر رو باور بکنیم که فقط و فقط به خاطر یک سری امور اداری هست. این رو هم در نظر داشته باشید که همین الان خود آقای فرهاد رهبر دو شغله هستن، یعنی در آستان قوس رضوی سمت مشاور اقتصادی آقای رئیسی رو دارن، رئیس ایشون آقای ولایتی 30 شغله هستن، یعنی واقعا سمت های ایشون رو دیگه نمیشه شمرد از بس که از این بر اون بر به هر حال سمت دارن و حتما هم حقوق میگیرن و صلواتی هم کار نمیکنن. من فکر میکنم که دلیل اصلی این ماجراها کاملا سیاسی هست با اون شخصیتی که از آقای فرهاد رهبر میشناسیم. ما البته واقعا دسترسی نداریم به فهرست کامل استادانی که از دانشگاه آزاد به قول آقای زیباکلام اخراج شدن. نمیدونیم اینها از کدوم در واقع نهله فکری در جمهوری اسلامی هستن، اما آیا چنین چیزی در دانشگاه آزاد به نظر شما غریب میاد؟ به نظر میاد که همیشه دانشگاه آزاد به نوعی مکانی بوده برای اینکه بتونن گروه سیاسی که برش حاکم هست بتونه چیزهای خودش رو پیش ببره، نظریات خودش رو. ببینید، دانشگاه آزاد به هر حال میراث آقای هاشمی هست و آقای جاسپی هم اونجا سالیان سال رئیس دانشگاه بودن. این سختگیری هایی که آقای رهبر میکنن رو مسابقه شو در دانشگاه تهران هم داشتیم. ایشون وقتی اونجا بودن هم کلی از اساتید رو بازنشست کردن و اتفاقا همون هایی بودن که دگراندیش بودن. این رو هم در نظر داشته باشید که من فکر میکنم آقای فرهاد رهبر داره میراث آقای هاشمی رو در حقیقت نابود میکنه و سعی میکنه هر آن کسی که با او نسبتی داشته و یا حداقل از او هواداری میکرده مثل همین آقای زیباکلام رو حذف بکنه و دیگر اساتیدی که هستن و به هر حال همراه مدیریت دانشگاه آزاد نیستن. آقای رهبر قبلا هم جز قلع و قم در جاهایی که رفتن کار خاصی نکردن در سازمان مدیریت و برنامه و بودجه هم که رفته بودن بسیاری از مدیران اونجا رو هم در حقیقت تحت فشار قرار دادن. در دانشگاه تهران حتی میخواستن دانشجویان رو از گیت امنیتی رد بکنن، یونیفرم براشون درست بکنن و به هر حال شیوه ایشون امنیتی هست. ایشون یه آدم امنیتی هست، معاون وزیر اطلاعات بوده و بسیار هم با آقای هاشمی سر ستیز دارن آقای رهبر و الان هم دارن به هر حال هاشمی زدائی میکنن.
این رویه قبلا نبوده، قبلا از دانشگاه دولتی وقتی اخراج می‌شدن می‌مالن دانشگاه آزاد، ولی خب جمهوری اسلامی نشون میده که جای امنی وجود نداره. ممنونم از شما محمد رهبر، روزنامه‌نگار از ترندهایم نروژ با ما. پادشاه عربستان سعودی دیشب بلندپایه‌ترین فرماندهان ارتش این کشور را برکنار کرد. در فرمان پادشاه عربستان قید شده که دلیل این برکناری‌ها تغییر دیدگاه راهبردی دفاعی کشور است. مرتضی فرهمند گزارش می‌دهد. ارتش بود عبدالرحمن بنیان رئیس ستاد مشترک ارتش بلندپایه‌ترین فرماندهی که برکنار شده. به جایش سپهبد فیاض رویلی را از نیروی هوایی نشاندند با ترفیع به درجه ارتشبودی. سپهبد محمد سحیم فرمانده نیروی هوایی را هم که بمباران‌های خلبان‌هایش در یمن فریاد جهانیان را درآورده کنار گذاشته، به جایش سرلشکر خلبان امیر ترکی برادرزاده پادشاه را منصوب کردند با ترفیع به درجه سپهبدی. Was a bit of a parade ground military for the last 20-30 years. باید به خاطر داشته باشیم که ارتش عربستان در 20-30 سال گذشته ارتش رژه بوده و هیچ وقت نجنگیده. بنابراین چرخش خیلی تندی رخ داده و این تصمیم هم نتیجه بررسی‌ها و تفکرات دقیقی بوده. تغییرات گسترده در صفوف فرماندهان ارتش سعودی را به پای جنگ یمن نوشتند. جنگی که در آستانه 3 سالگی ارتش‌های مدرن سعودی و اماراتی را در برابر حوثی‌های کلاشینکوف به دست به هدف حتی نزدیک هم نکرده. حتی نیروهای تحت حمایت عربستان هم به روی یکدیگر اسلحه کشیدند. پادشاه عربستان میگوید راهبرد تازه‌ای در سیاست‌های نظامیش پیشه کرده، راهبردی که البته به پسر و ولیعهدش نسبت می‌دهند. سوال اینجاست که عربستان چه می‌خواهد بکند که تاکنون نکرده تا از بنبست در یمن بیرون بیاید. مهرداد فرهمند، BBC، بیروت.